سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ تیفام قسمت دوم. راه تا بازار خسته کننده بود. تیفام و مادرش سبدای سنگین سیب زمینی رو روی سرشون گذاشته بودن و حمل میکردن. خوشبختانه اونا پول خوبی براش میگرفتن و خانم اورستین برای دخترش لباس نو میخرید. تنها لباسی که اون داشت کهنه و پاره شده بود. پدر و مادر تیفام فقیر بودن بچه ها. پدرش همیشه بهترین قربانی ها رو به روحای شیطانی میداد، ولی هیچ وقت، باور کنید که هیچ وقت آرامشی نداشت. ناگهان تیفام یاد مریم افتاد. دوستش هیچ جادویی با خودش نداشت چون که مسیحی شده بود. بالاخره اونا به بازار رسیدن. چیزای زیادی اونجا بود. سبزی تازه، لوبیاهای عالی، ذرت‌های تازه، اینجا همه چی ارزونه. خانم اورستیل سبدشو جلوی اون آدم پایین گذاشت. اون با دقت سیب زمینی ها رو بررسی کرد و گفت: کرم؟ این سیب زمینی ها پر از کرمه. خانم اورستیل با ناامیدی و پول کمی که گرفته بود خرید خودشو انجام داد، ولی تیفام یه معجزه دریافت کرد. یه آدم مهربون همه سیب زمینی های توی سبد رو خرید. اون نمیدونست که دوستش به وسیله همین مرد مسیحی شده. با پولی که گرفت تونست برای خودش یه دست لباس خیلی خیلی قشنگ بخره. اون خیلی خوشحال بود. کمی بعد اون ویکتور رو دوباره دید. نگاه کن، این همون کسیه که سیب زمینی های منو خرید. چه کتابی تو دستشه؟ تیفام و مادرش همونجا وایسادن و به حرفایی که ویکتور به مردم میزد گوش دادن. من خبرهای خیلی خیلی خوبی برای شما دارم. خدا محبته و میخواد به قلب هاتون آرامش بده. اون نمیخواد که دیگه هیچ ترسی تو قلبتون وجود داشته باشه. تیفام، نمیدونم چرا حس میکنم این داره راست میگه. زمانی که اورستیل جادوگر فهمید که همسرش به حرفای ویکتور گوش داده، از عصبانیت فریاد کشید. ویکتور شما را تحت تاثیر قرار داده. گولشو نخورید، روحهای شیطانی دوباره بر میگردن. در همون موقع اورستیل پیراهن نوی تیفانو گرفت و تبدیل به یه عروسک پارچه‌ای کرد و چندین سوزن توی اون فرو کرد. این ویکتوره، اون باید بمیره. سوزن ها اونو میکشن. تیفام شوکه شده بود بچه ها. پدر اون هیچ وقت همچین کاری نکرده بود. کدومشون قوی ترن؟ نفرین جادوگر یا عیسی؟ اگه به داستان بعدی گوش کنید متوجه میشید. هرچه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.